سلام و درود من به همه هموطنان عزیزم در برنامه امروز و فردای ایران در تلویزیون ایران فردا. خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. این هفته صحبتی رو که میخواستم بکنم در رابطه با صحبت آقای خامنه‌ای در هفته گذشته است که با فرماندهان سپاه صحبت میکردن. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نه البته به قول بی بی سی رهبر ایران. به هر حال میدونید که یک برخورد جناحی در ایران و در میان سردمداران جمهوری اسلامی وجود داره که هر کدوم تلاششون اینه که بتونن قدرت و ثروت رو از آن خودشون بکنن و همه چی رو در اختیار بگیرن. بحثی رو که آقای روحانی مطرح کردن که سپاه پاسداران تنها نگهدارنده انقلاب نیست و دستگاه‌های زیربط دیگری هم وجود دارند که در این زمینه تلاش می‌کنند و صاحب نظر و صاحب نفوذ و صاحب مقام هستند. آقای خامنه‌ای بلافاصله در یک جلسه با فرماندهان سپاه نکاتی رو اشاره کردند که به نظر من بسیار بسیار حیاتی و اساسی بود. ایشون به هر حال به چند نکته برخورد کردن. یکی این که در حال حاضر بحث نفوذ فرهنگی غرب، بیشتر هدفشون اینه، در ایران به وجود آمده. من فکر میکنم که کاملا ایشون درست میگن. واقعیت قضیه اینه که حالا اگر این نفوذ رو از طرف غرب بدونیم یا از طرف مردم ایران و نتایج حکومت جمهوری اسلامی، این واقعیت داره. این بحث پیامدهای فرهنگی مثل بیدینی مفرط، مثل بیهویتی، مثل ناهنجاری های اجتماعی، همش درسته. واقعیت قضیه اینه که پیامد این سالهای حکومت جمهوری اسلامی است. ایشون اشاره میکنن به این که گفته شده که انقلاب اسلامی تموم شده به طرف جمهوری اسلامی. من فکر میکنم ایشون باز هم درست میگن. انقلاب اسلامی تموم نشده به این دلیل که همچنان بعد از 30 و چند سال ما شاهد این هستیم که دادگاه های انقلاب وجود داره. حتی با وجود دادگستری، با وجود قوه قضاییه، دادگاه انقلاب وجود داره. پس به این معنا انقلاب اسلامی تموم نشده، چرا که تثبیت نشده اصلا. این مهمترین مسئله است. ایشون یک بحث دیگری رو مطرح کردن تحت این عنوان که به هر حال سپاهیان، و اشاره کردن به نخبگان سپاه، یعنی این که به هر حال همه سپاه مورد نظر ایشون نبود، چرا که همه سپاه مورد اعتماد ایشون نیست، و به نخبگان اشاره کردن. بحثی که من در ادامه این صحبت هم میخوام بکنم دقیقا همین نکته است. خطابم و روی سخنم با سپاهیان ایرانه، با پاسداران ایرانه، نه الزاماً سپاه انقلاب. نامشون شاید که امروز دیگه تغییر پیدا کرده باشه، عوض شده باشه. و در نهایت ایشون اشاره کردن که باید شما خیلی دقیق همه چیز رو رصد بکنید و مواظب باشید. من هم فکر میکنم باز ایشون درست میگن. منتها نکته دیگری رو من در این صحبت ایشون میبینم. من روی سخنم به پاسداران ایران، همونهایی که جدا شدن از نخبگان پاسداران، با اونهاست که رصد بکنید، مواظب خودتون باشید که جونتون از دست ندید. من در یک نامه‌ای که 9 سال پیش دقیقا در سال روز انقلاب خطابم به سپاهیان پاسدار بود، زمانی بود که 2 هواپیما از فرماندهان و افرادی که در سپاه به حال مسئله دار شده بودن پیش آمده بود که این 2 هواپیما صعود کردن و تعداد بیشماری از فرماندهانی که در خط همون نخبگان نبودن از بین رفتن.
و امروز هم باز من به همون مسئله دارم برمیگردم، به همون مسئله ای که ناگزیر ما باید بهش توجه داشته باشیم، چرا که بحث واقعی، بحث ملموس وجود سپاهیان پاسدار هست که من اونها رو با نام پاسداران ایران خطاب میکنم. 4 سال پیش دقیقا در یک نامه گسترده‌ای که تحت عنوان سخنی با پاسداران ایران بود مطلبی رو من نوشتم، البته در این کتاب انصاف سیاسی اجتماعی هم به چاپ رسیده، روی سایت من هم وجود داره، با استقبال گسترده هم مواجه شد. به من گفته شد که در به حال بسیاری از افراد وابسته ملت توی سپاه این نامه گشته، ولی امروز چون دقیقا همون بحث مجددا وجود داره همیشگیست، من به چند نکته از این نامه میخواستم که اشاره بکنم که با وجودی که 4 سال ازش گذشته ولی الزاماً نه تنها قدیمی نشده بلکه همچنان مسائل روز مملکت ما، مردم ما و پاسداران ایران رو بیشتر مشخص میکنه. اجازه بدید که من به چند نکته این قضیه اشاره بکنم به این نامه. اولش من نوشتم که من اصلا غریبه به این قضیه نیستم که شما پاسداران ایران بر اساس ماده 8 مقررات استخدامی سپاه استخدام شدید و به هر حال مجبور هستید که اون موارد و شروط استخدامی رو رعایت بکنید، ولی واقعیت قضیه اینه که اگر در خط مردم نباشه هیچگاه نه اثر مذهبی داره نه اثر مردمی داره. حتما خیلی از شماها یادتون هست آقای خمینی در رابطه با ارتش در سال 57 هم که چون اونها قسم خورده بودن دقیقا همین حرف رو مطرح کردن که اگر در خط مردم نیست، اگر در خط اسلام نیست، کوچکترین ارزشی اون قسم نداره. ببینید من در مرحله اول میخواستم که توی این نامه این رو خدمتتون بگم که رژیم همه تلاشش اینه که پاسداران رو از مردم جدا بکنه و در مقابل مردم قرار بده، در حالتی که چنین نیست. پاسداران ایران اول ایرانی هن، بعد به هر حال به خاطر مردمشون وارد یک حرفه‌ای شدن و مسائل و مشکلاتش رو طی کردن بی هیچ گونه تردیدی. ما یادمون باشه که اینها کسانی بودن که بیشترین تلفات رو در جنگ 8 ساله ایران و عراق دادن، اینها کسانی هستند که در ایران جا دارن، اینها تفاوت میکنن با اون گروه هایی که حالا من نمیدونم دقیقا یمنی هستن، سوری هستن، حزب الله هستن یا هر گروه دیگری که مزدوران رژیم هستند و در مواقع حساس وارد میشن. بارها و بارها دیده شده که اینها در اون لندکروزرهای خیلی مدرنی که در اختیارشون قرار داده میشه که ملت را از بین ببرن، با اون ماشینا از روشون رد بشن یا بکشنشون، میبینید که غیر از رانندهشون اکثرشون اصلا فارسی بلد نیستن. چرا رژیم از اینها استفاده میکنه؟ دلیلش خیلی روشنه. دلیلش اینه که به هر حال این مجموعه نه خواهر و مادر و برادر و فامیلی در بین مردم ایران دارن، نه این که احساس وطن پرستی و نودوستی و همسایگی با مردم، اونها هیچی رو ندارن، به همین دلیل همه کار میکنن، ولی شماها هستید که رژیم ازتون وحشت داره. در این حالی که مثل ارتش وقتی وحشت داشت شما رو به وجود آورد، حالا از شما وحشت داره، اونهای دیگر رو به وجود میاره. یادتون باشه مسئله خیلی خیلی حساس و مهمه در اینجا، مسئله اینه که شمایی که پاسداران ایران هستید با اون سپاهی که با اون کمیته چیهایی که اول انقلاب بودن به مراتب 1000 برابر تفاوت دارید. شما دیگه اون آدم های بی سواد فرصت طلبی نیستید که فقط در پی مصادره و غیره و غیره باشید. شما اکثرتون امروز تحصیل کرده هستید، اکثرتون مسائل ایران رو دنبال میکنید، اکثرتون مسائل رو میفهمید و میبینید و به چشم برخورد میکنید، با گوشت و پوستتون لمسش میکنید. به همین دلیله که
رژیم وحشتش از شما زیاد شده، به همین دلیله که دیگه شما مورد اعتماد رژیم نیستید. نگاه بکنید هی مرتب یک گروه دیگه درست میشه که وقتی که میخوان کار اساسی سرکوب را انجام بدن از اونها بیشتر استفاده میکنن. شماها هستید که وقتی اعتراضی رو میکنید باید که همون هشداری رو که من چند بار مطرح کردم یادتون باشه که به هر شکلی در این مواقع خودتون رو نجات بدید، حتی فرار از خدمت هیچ تفاوت نمیکنه. مهم اینه که رژیم اونهایی رو که اعتراض میکنن قصد این رو داره که از بین ببره. من این نامه خیلی طولانی است، فقط این رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که وظیفه شما واقعا چیه. وظیفه شما حفظ و نگهداری این مردم و این مملکت، در حالتی که دقیقا این تغییر کرده. شما به حفظ و نگهداری مسئولین حکومت مبدل شده کارتون. وزارت اطلاعات چند سال پیش یک گزارشی رو داده بود که روزانه 30 میلیارد هزینه نگهداری مسئولین. خیلی ساده است محاسبه این قضیه. شما ببینید از اون امام جمعه فلان دهی که چند نفر محافظ داره تا مقاماتی که 200-300 نفر دارن تا خود آقای خامنه ای که گهگاه مثل همون چند 3-4 سال پیش که 4-5 سال پیش که به سنندج رفتن با 20,000 محافظ رفتن. شما همه اینها رو ضرب در نیروی انسانی بکنید، ضرب در میزان اسلحه بکنید، ضرب در اتومبیل بکنید، ضرب در جا بکنید، همه اینها به این رقم برمیخورید و بیشترش برمیخورید. ببینید مشخص روشن که چرا مسئولین مملکتی که کشورهایی که دموکراتیک هستن مسئولینشون پیاده یا با دوچرخه تو خیابون راه میرن و هیچ کدومش اتفاقی نمیفته، و چرا مسئولین مملکت ما حتی به مجلس هم نمیتونن وارد بشن بدون محافظ. من همونطوری که عرض میکنم خیلی طولانی است، ولی فقط میخوام بهتون بگم که شماها هستید که میبینید که توی مملکت امروز بعد از 30 چند سال چه مسائلی به وجود آمده، چقدر وضعیت اسفبار اقتصادی، رشوه‌گیری، معتادی، روسبیگری و غیره و غیره. همه اینها رو اگر که کنار هم قرار بدیم به یک نکته میرسیم، به اون نکته که به هر حال این مملکت، این ایرانی که با یک تمدن گسترده باستانی از یکی دو امپراتوری اول دنیا تا به الان بوده، هنوز هم این ظرفیت و این قدرت و این رو داره که به یک کشور پیشرفته تبدیل بشه که مردم این بدبختی و فقر و مسکنت رو نداشته باشن. کیا هستن که به این مرحله میرسن؟ مردم ایران با این بدبختی. من باز نگاه میکنم که به شما میگم که شماها خوب میدونید، بهتر از هر کسی میدونید که به عنوان مثال برای اعتراض مردم چقدر زندان در ایران وجود داره و گذشته از زندانهای رسمی 200 زندان غیر رسمی. شما این جسدهای این معتادین و این فراریها رو تو خیابونها، تو سطلهای آشغال، همه جا میبینید، ولی واقعیت قضیه اینه که هیچگاه نمیشه از این مسئله گذشت که شما هستید که در نهایت به داد این مردم خواهید رسید. من مطمئن هستم که به هر حال همونطوری که ارتشی های زمان شاه به دامن مردم پناه آوردن و اعتماد کردن، شما هم بدونید که اصلی ترین جایگاهتون همون جاست، همون جاییه که دامن مردم و مردم شماها رو دارن، همونطوری که شماها مردم رو دارید. من مطمئن هستم، اطمینان به این قضیه دارم که در اولین فرصتی که امکانش به وجود بیاد شما هستید که از مردم حمایت خواهید کرد. باز در این زمینه با شما صحبت خواهم کرد. سپاسگزارم. موسیقی